سلام دوستان، روزتون بخیر. حسین هستم از پندار. خب ظرف روز گذشته ما دو تا ویدیو راجع به سریال زخم کاری منتشر کردیم. یکی خلاصه سریال بود و همینطور یکی هم راجع به بخش های سانسوری که روی سریال وجود داشت. طی روز جاری اتفاقی که افتادیم بود که محمد حسین مهدویان کارگردان این سریال اومد و یک پست اینستاگرامی خیلی پر سر صدا گذاشت و پر از انتقاد راجع به بحث سانسور روی سریال و راجع به این سانسورها توضیحاتی داد. مسئله اصلی این بود که محمد حسین مهدویان از این انتقاد داره که این دفعه چندمیه که داره سریال زیر تیغ سانسور میره و راجع به صحنه هایی که از نظر مهدویان چندان سانسوری هم به شمار نمیرند صدا و سیما داره سختگیری میکنه و اجازه اکران فیلم کامل رو نمیده. خب آخرین سانسوری که روی سریال داشتیم این بود که نقش مرد و زن اصلی سریال یک شب رو کنار هم بودن توی یک هتل توی یکیش و صبح با همدیگه صبحونه میخوردن. ما فقط صحنه صبحونه خوردن و مشترکشون رو قرار بود ببینیم که این اتفاق نیفتاد و صبحونه رو نقش زن به تنهایی انگار میل کردن، در حالی که صبحونه برای دو نفر چیده شده. خب این یه مقدار به مذاق آقای مهدویان سخت اومده، گرون اومده، توی بخش های مختلف پست اینستاگرامیشون توپیدن به اصطلاح صدا و سیما و اون سازمان سانسور و راجبه این موضوع صحبت کردن. من یه بخش هایش رو که از نظر خودم جذاب بود برای شما میخونم، شاید بد نباشه. خب توی بخشش به اصطلاح ایشون از این میناله که بسیاری از صحنه هایی که سانسور شده اصلا نباید سانسور میشد و همینطور در اومده با یه جسارت خیلی کاملی گفته که اگر بحث به همین صورت پیش بره ترجیح میده که در خلاف رویه که تا الان داشته و دوست داشته که سریال پخش بشه و سانسور نشه و حتی تن داده به سانسور که سریال به موقع برسه، از این به بعد قرار نیست این کار رو بکنه و قراره که به اصطلاح به موقع رسیدن سریال رو فدای زیر تیغ سانسور نرفتن بکنه. خب این یه جورایی یه بوی قهری هم میده، یعنی بعضی ها از این جمله استنباط میکنن که انگار قراره که قهر بکنه آقای مهدویان و دیگه سریال منتشر نشه تا وقتی که قراره زیر تیغ سانسور بره یا قراره سانسور بشه، ولی من اینطوری برداشت نمیکنم، چون آقای مهدویان خودش هم به اصطلاح جاهای مختلفی بوده و حتی یه وقتایی اگه لازم بوده خودش هم تیغ سانسور رو به دستش گرفته یا حداقل با آدمایی که تیغ سانسور به دستشون بوده نشست و برخاستش. اینه که من فکر میکنم که این فقط یه تهدید تو خالیه و بیشتر یه جورایی کمک به معروف کردن سریاله. یعنی چی؟ یعنی این که به هر حال از قسمت ششم تا قسمت هم بودم فکر میکنم چهاردهم که دیگه قرار سریال تموم بشه راه زیادی نمونده و لازمه که تنور سریالی مقدار داغتر بشه و آدم های بیشتری با سریال همراه بشه و این لازمه یه کاره، این اتفاق باید بیفته تا ما سریال جذابتری داشته باشیم، آدم های بیشتری سریال رو ببینن. ولی خب به هر حال یه سری از این انتقال ها به حقه، یعنی من انتقال ها رو به ناحق نمیبینم ولی و حرفم این هست که حرف درست رو از زبون هر کسی که شنیدی باید بپذیری و بهش تن بدی. ایشون اومده از سریال در پناه تو، میوه ممنوعه و سریال های دیگه هم صحبت کرده، سریال هایی که ما خیلی ازشون شنیدیم راجع به اصطلاح سانسورشون و در قسمتی از سخنش که توی حالا کامنت پست اینستاگرامش هم هست میگه که آقا جون شما بچه های خودتون هم بهشون نگاه نمی کنید، یعنی بچه های شما هم دارن همین کارها رو میکنن به اصطلاح، درست انگار شما سرتون رو کردید توی برف و نمیخواین این موضوع رو ببینید و آیا نمیدونم خبر دارید یا مثل همیشه در خواب خوش بیخبری سیر میکنید. شنیدید که چند پلتفرم بزرگ بین المللی از جمله نتفلیکس برای سرمایه گذاری روی طرحها و ایده های فیلمسازان ایرانی ابراز تمایل کردن؟ خب ما نمیدونیم آیا این پلتفرم ها به آقای مهدویان هم پیشنهاد دادن یا نه، ولی کلا این خبر خوشیه و اگر این اتفاق بیفته و سریال های ایرانی که معروف هستند یا کارگردان های ایرانی که معروف هستند بتونن سریال هاشون رو برن روی پلتفرم مثل نتفلیکس بسازن، طبیعتا خب خیلی بهتره و مخروجی های بهتری رو میتونیم ببینیم. یه قسمت از هر دیگه از حرفاش ایشون
در اومده گفته که آثار هنرمندان دلسوز ایرانی رو با انگ طرحنگری و ولنگاری و تحلیل های اشتباه و نیتخانی های ناسواب زمینگیر میکنید و به جایش در صدا و سیمایتان سریال خانه پوشالی و فرار از زندان پخش میکنید. خب این صدا و سیما که الان 20 سال عوض نشده، 40 سال عوض نشده و آقای مهدویان هم خودش توی همین مملکت جایزه گرفته، توی همین مملکت از جشنواره‌های مختلف و سریال ساخته، فیلم ساخته و فیلم‌هاش هم فیلم‌هایی بودن که فیلم ارزشی بودن. من نمیگم فیلم خوب ساخته یا فیلم بد ساخته، ولی میگم که فیلم‌هایی بوده که در جهت تحکیم نظام و در جهت تحکیم همین سانسوره بوده. پس الان این حرفه یه مقدار تناقض داره و ما نمیتونیم بفهمیمش، نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. اگر کلام صحیح رو بپذیریم حرف درستی زده شده و باید پذیرفتش، ولی اگر بخوایم که مبنا رو بر این بذاریم که کی داره این حرف رو میزنه، به نظر من این کسی که داره این حرف رو میزنه توی موقعیتی نیست که صلاحیت زدن یه همچین حرفی رو داشته باشه و لازمه که راجع به حرفاش بیشتر مداقه کنه و حداقل اینه که ابتدا بیاد یه عذرخواهی هم بکنه بابت اینکه قبلا با همین آدم ها همکاری کرده و به قول معروف تن داده به همین آدم ها و الان اومده و حال قبول داریم ممکنه هر آدمی برگرده، هر آدمی اشتباه بکنه برگرده و این برگشتن هم پذیرفته شده است. اینطور نیست که ما بگیم راه بسته است و دیگه امکان برگشت وجود نداره. برگشت پذیرفته شده است و میاد حرفش رو میزنه و کارش رو میکنه و میره. من فکر میکنم توی قسمت های بعدی ما سانسور عجیب غریبی نخواهیم داشت، چون روال سریال داره به سمتی میره که از سانسور داره دور میشه، یعنی ارتباط ها داره به یه سرانجام میرسه. الان ما فقط یه شخصیتی کشف نشده توی سریال داریم که توی قسمت ششم اضافه شد و ما باید راجع بهش فکر کنیم ببینیم که قراره چیکار انجام بده. شخصیت کیمیا هست که من راجع بهش صحبت میکنم توی یه ویدئوی دیگه و در کنارش این رو هم حواسمون باشه که بقیه شخصیت ها راه خودشون رو رفتن، شکل گرفتن و تقریبا ما میدونیم قراره چیکار کنن. بنابراین من فکر نمی کنم سانسور دیگه در کار باشه، فکر نمی کنم به قول معروف لازم باشه جای دیگه ای سانسور انجام بشه، چون تقریبا کلیت سریال دستمون اومده که احتمالا قراره که مالک یکی دو نفر دیگر رو یا بکشه یا از سر راه خودش به بحبی برداره، ولی دیگه سکسی در کار نیست، دیگه رابطه خارج از عرفی در کار نیست و اگر سانسور هم باشه نهایتا به مو و لاک ناخون بسنده می کنن. بنابراین از این جای بعد سریال با چیز خیلی هیجان انگیزی که لازم باشه سانسورش بکنن مواجه نخواهیم شد، یا اگر مواجه بشیم خیلی لایت و نرمه. نهایتا کیمیا رو قراره به اصطلاح ما اینجا داشته باشیم که احتمالش هست که بیشتر در نقش جاسوس ظاهر بشه تا اینکه در نقش یک آدمی که بخواد از مسائل جنسی استفاده بکنه برای پیشبرد برنامه‌اش. من اینطوری بهش نگاه میکنم. حالا باید ببینیم چی پیش میاد. خب از آقای مهدویان هم باید تشکر کنیم بابت اینکه الان بعد از این همه سال فیلم ساختن با اون پرونده قطور فیلمسازی که دارن و همه ما احتمالا حدوداً میشناسیم پرونده رو، از حالا فیلم هایی مثل شیشلیک، درخت گردون، ماجرای نیمروز، لاتاری، ماجرای نیمروز رد خون، ایستاده در بابار، اینها رو توی رزومش داره و آخرین روزهای زمستان و زخم کاری هم که اونه مثل مجموعه های سریالی داشته و البته یک دنیا مستند مثل ترور سرچشمه، استخوان لایزه، دیکتاتور بزرگ، سسوی میدان جنگ. اینها همه سریال هایی هستن که بیشتر یا مثل مستند هایی هستن که بیشتر به انقلاب و به اصطلاح بحث به اصطلاح ایدئولوژیک دارن و ایشون هم بهها جوایزی هم که گرفته تقریبا توی همین حیطه بوده، با همین شکل رفته شده. به هر حال ازش تشکر میکنیم، برای ما خیلی مهمه که ایشون هم اومده و به این نقطه رسیده و امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد این باشیم که جلوی سانسور برای هر سریالی توی کشورمون گرفته بشه و هنرمندای ما به جای اینکه برن خارج از کشور داخل ایران فعالیت داشته باشه. خب به امید اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما احتمالا یه تحلیلی هم روی قسمت بعدی زخم کاری خواهیم داشت، گرچه اینجا یه حرفایی زدیم ولی این حرفا به صورت کاملتر به صورت یه ویدئو مجزا
منتشر خواهیم کرد. با ما همراه باشین، این پایین زنگوله رو حتما بزنید و اگه سابسکرایب هم نکردید سابسکرایب کنید تا شما رو توی ویدیوهای بعدی مطلع کنیم و در جریان آخرین تحلیل ها و اخبار راجع به سریال های ایرانی قرار بگیرید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.